توی قسمت دوم درس یک کتاب نووسپرسو 4 بیشتر آشنا میشیم با وربی پرونومینالی یا همون افعال ضمیری. یک متن رو میخونیم در مورد اهمیت تحصیل توی مدارس، یه متن دیگر رو میخونیم در مورد خاطرات دوران مدرسه. با ضمایر نسبی دوگانه پرونومی رلاتیوی دوپی کی و چوکه آشنا میشیم و میبینیم که زمانهای گذشته پسادو پروسیمو، ایمپرفتو، پسادو رموتو به چه صورت هستن و تفاوت استفادهشون چجوریه. و در نهایت هم یک مکالمه رو میشنویم در مورد مدارسی که تفکیک جنسیتی شدن. نمره 7 وربی پرونومینالی، فعل‌های پرونومینالی، فعل‌هایی که به همراه ضمیر میان. Cerca nel dialogo del punto 3 i verbi usati per esprimere i due significati qui sotto. توی متنی که توی قسمت 3 دیدیم یه سری فعل‌ها رو پیدا کن، دو تا فعل رو پیدا کن که این مفهوم‌ها رو برسونن. Riuscire in qualcosa یا superare una difficoltà و همچنین avere relazione con qualcosa یا avere a che fare con qualcosa. Riuscire in qualcosa یعنی موفق شدن توی یه چیزی. Superare una difficoltà یعنی گذشتن از یک سختی، یک سختی رو پشت سر گذاشتن. خب از چه استفاده کرد؟ گفت ملسون و کواتا، یعنی دووم آوردم، گذشتم، پاسش کردم. فعل کورسلا و اور رلاتیون کن کالکوزا یعنی با یه چیزی ارتباط داشتن. اور اکفر کن کالکوزا با یه چیزی کار داشتن، ارتباط داشتن میشه چنترا، که گفته بود که چنترا یعنی اصلا ربطی نداره. فعل انترارچی، وارد شدن، داخل شدن. ای وربی که ای تروواتو ونگونو دفینیت پرونومینالی، فعلهایی که پیدا کردی رو بهشون میگن فعلهای پرونومینالی، مثل مترچی، ولرچی، پیانترلا، فینیرلا. میدونستیم که وربی پرونومینالی وقتی که ضمیر بهشون میچسبه یه مفهوم دیگه پیدا میکنن، مثلا متره یعنی قرار دادن، گذاشتن، ولی مترچی مثلا چیمتو یعنی زمان گذاشتن، زمان صرف کردن. ولره یعنی خواستن، ولی ولرچی یعنی نیاز داشتن. چی وله؟ مثلا اونمکینه، یه ماشین نیازه. پیانترلا یعنی تموم کردن و فینیرلا یعنی به پایان رسوندن. نمره 8 جوکیامو، بازی کنیم. سی لاورا این گروپی دی کواترو، به گروه های 4 نفره تقسیم بشین. اونی رپرزنتانته دل گروپو لانچا تورنو ایل دادو دو ولته. هر نفر توی گروه باید تاس رو دوبار پرتاب کنه. اونا ولتا پر دچیدره ایل وربو دلا لیستا، یک بار برای اینکه تصمیم بگیره از کدوم فعل استفاده کنه. اونالترا پر دچیدره مودو اتمپو، و بعد دفعه دوم هم برای انتخاب کردن مود و تمپو، زمان. پوی فرما اونا فرازه کن ایل وربو پرونومینال شلتو، و بعد هم با این وربو پرونومیناله هایی که میبینید، اونی که انتخاب شده، یک جمله باید بسازه توی یکی از این زمان ها. سی ریچیوه اون پونتو پر اونی فرازه کورتا، برای هر عبارت درستی که میگه یک امتیاز میگیره.
وینچه il gruppo con il maggior numero di frasi corrette. برنده میشه گروهی که بیشترین تعداد جمله های درست رو مطرح کنه یا بگه. برای تمرین بیشتر هم تمرین 3 آخر کتاب رو حل کنید. Numero 9. Pensieri sulla scuola. فکرهای در مورد مدرسه. Condividi maggiormente l'opinione di Giovanna o quello di Marco? آیا به طور زیاد در مورد نظر مارکو موافقی یا با جوانا؟ Confrontati con un compagno. اگه تو کلاس انجام میدید با همکلاسیت با یکی از همکلاسیات مقایسه کن. ازتون میخوام که نظر خودتون رو بذارید. اگر موافق هستید با مارکو یک متن بنویسید و در مورد توافقتون با مارکو تو قسمت نظرات برای من بنویسید. اگر هم با جوانا موافقید نظرتون رو در مورد جوانا بنویسید. Leggi i seguenti pensieri sulla scuola e sull'educazione e indica quali, secondo te, si avvicinano di più al pensiero di Marco e quali, invece, al pensiero di Giovanna. Matoi poi in dar morde madre se va آموزش هست اونا رو بخونید. به نظرتون کدوماشون بیشتر نزدیک هستن به نظر مارکو و کدوماشون بیشتر نزدیک هستن به نظر جوانا؟ Cos'è la cosa più importante che uno impara a scuola? چی هست مهمترین چیزی که یک نفر یاد میگیره توی مدرسه؟ L'autostima یعنی اعتماد به نفس. L'appoggio یعنی پشتیبانی و حمایت. E l'amicizia دوستی و رفاقت. آقای ویلیامز گفته اینو. Il più grande segno di successo per un insegnante è poter dire بزرگترین علامت موفقیت برای یک معلم این هست که بتونه بگه. Segno di successo یعنی علامت موفقیت. I bambini stanno lavorando come se io non esistessi. بچه ها دارن کار میکنن یه جوری که انگار من وجود ندارم. خانم مونتسوری. La scuola oggi è incapace di sviluppare quelle competenze e quei talenti che sono oggi necessari per continuare ad appartenere a una società industriale avanzata. مدرسه امروزه incapace یعنی بلد نیست، نمیتونه. sviluppare یعنی توسعه بده. quelle اون competenze مهارت ها و اون استعدادهایی که talenti امروزه لازم هستند برای ادامه دادن، برای تعلق داشتن اپارتنره به یک سوچته جامعه اندوستریال صنعتی اوانزادا پیشرفته. منظور اینه که مدرسه نمیتونه یک مکان خوبی برای رشد استعدادهای بچه ها باشه توی جامعه پیشرفته امروزی. È talmente distaccata dalle vere esigenze del mondo del lavoro da essere diventata
in larga misura una fabbrica di disoccupati con la laurea. بنابراین دیستکاته یعنی جدا شده از ویر واقعی ازیجنس یعنی نیازها از نیازهای واقعی جهان یا دنیای کار که تبدیل شده حتی این لرگمیزوره یعنی به طور زیادی به طور گستردهی یک کارخونه برای تولید بیکارهایی که مدرک تحصیلی دارن بیکارهای لیسانسه پس میگه مدرسه باعث میشه مدرک تحصیلی بگیرن ولی نتونن کار کنن توی جامعه آقای انجلا Ogni istruzione seria s'acquista con la vita, non con la scuola. هر دستورالعمل هر اتفاق جدی به دست میاد از طریق زندگی نه از طریق مدرسه. آقای تولستوی Quale riflessione ti colpisce di più? کدوم یکی از این نظرها از این عبارتها بیشتر رو تأثیر میذاره؟ Con quale ti trovi più d'accordo? با کدوم یکیشون بیشتر موافقی؟ Confrontati in piccoli gruppi. تو گروه کوچیک در موردش صحبت کنید. نظر خودتون رو توی قسمت نظرات برای من بنویسید. میتونید از این عبارتها استفاده کنید. A me colpisce il pensiero di این اصطلاح‌ها یعنی من علاقه دارم خوشم میاد کلپیره یعنی برخورد کردن زدن ولی خب این اصطلاح امه کلپیشه یعنی به من تلنگری والد میکنه یا من اینو دوست دارم یا اشتیاق دارم براش پنسیرو هم یعنی فکر می پیچه ال پنسیرو دی دوست دارم تفکره می ترو و دکاردو کن میبینین که برای دکاردو یعنی موافقم فعل تروره استفاده کردیم میتروو دکاردو یعنی موافقم با کندیویدو ایل پنسیرو دی کندیویدر یعنی به اشتراک گذاشتن ولی خب کندیویدو ایل پنسیرو یعنی موافقم با تفکر با نظر Numero 10. Poi un giorno, ba'dash yek ruz. Leggi la prima parte del testo e con un compagno fai delle ipotesi su come potrebbe continuare. In qismat avval matn bekhunid va hads bezanid ke in matn chejuri mitune edame peyda kone. A scuola andavo bene. توی مدرسه خوب پیش می رفتم. Ma in fondo non mi importava un fico secco di quello che mi spiegavano e che ripetevano diligentemente. اما عمیقاً در نهایت in fondo برام مهم نبود. Non mi importava. فیکو سکو یعنی انجیر خشک ولی خب یه اصطلاح نون میمپورتا و اون فیکو سکو یعنی اصلا برام اهمیت نداشت نون میمپورتا و نینته اینجا گفته نون میمپورتا و اون فیکو سکو یعنی نون میمپورتا و نینته برام اصلا اهمیت نداشت اون چیزی که به هم توضیح میدادن سپیگاونو یا تکرار میکردن دیلیجنتمنت یعنی با پشت کار پشت سر هم توتو ارا مونوتونو همه چیز به صورت یک نواخ بود پرویدیبیله قابل پیشبینی کوزی لونتانو دای سونی ا دای تومولتی دل ادولشنسا
اونقدر دور از آرزوها، رویاها و از آشوبهای دوران بلوغ، دوران نوجوانی، دل پاور از ترسها، دل دزیدری از آرزوها، دکل استرانا زمانی دست سلوتو که پرند از سدیچی انی، از اون میل شدید زمانی، میل شدید عجیب و مطلقی که آدم میگیره توی 16 سالگی. تو تایر کزی میدیوکره ایو میناسکنده و دیترو لبریکاتا جنتیل دلیندیفرنسا. همه چیز خیلی میدیوکره، یعنی متوسط. همه چیز خیلی یک نواخت و متوسط بود. و من قایم می شدم پشت سر بریکاتا، یعنی مانع. مانع عزیز ایندیفرنسا، یعنی بیتفاوتی. پوی اون جورنو، سپس یک روز. به نظر شما چی میشه؟ چه اتفاقی میافته؟ ادسو کنتینوا لجره. حالا این متن رو بخونید و ترجمه کنید. Arrivò in classe Walter Mauro. اومد به کلاس والتر ماورو. Arrivò میدونیم که فعل تو حالت پساتو رموتو هست. گفتیم از پساتو رموتو برای نوشتن موضوعها توی زمان گذشته استفاده میکنیم. Il professore di lettere. معلم یا پروفسور زبان. E la mia vita è cambiata diventando ciò che doveva essere. و زندگی من تغییر کرد، عوض کرد، تبدیل شد به چیزی که باید می بود. Mauro era alto. Mauro بلندقد بود. دینوکولاتو قوز بود. کمرش خم بود. Elegante شیک بود. Aveva una Porsche verde, یه دونه پورش سبز داشت. E volava alto و بلند پروازی می کرد. Non pensava per niente a semplificare le sue spiegazioni. اصلا فکر نمی کرد که آسون کنه توضیحاتش رو. Ad abbassare Dante e Petrarca a un livello facilmente comprensibile dagli studenti. که کاهش بده، پایین بیاره دانته و پترارکا رو به یک سطحی که به طور آسون، به طور ساده، قابل درک باشه توسط دانش آموزا. یعنی ساده سازی نمی کرد اصلا. پرتنده و که فوسیمو نوی اکرشره. فرض میکرد که ما هستیم که باید رشد کنیم. از سلیر ورسو کلویت که بالا بریم به سمت اون قله ها. اپرتچیپر اکل سوبلیم انتلیجنس پویتیکا که مشارکت کنیم برای سوبلیم، یعنی متعالی، برای اون دانش متعالی شاعرانه. پویتیکا یعنی شاعرانه. چی و ده ادولتی، مثل بزرگ سالها با ما برخورد میکرد. چی و پرکه ارا کنوینتو که نوی پوتسیمو کپیره توتا لا ریکه کمپلسیتا دی گرند ارتیستی. چون که معتقد بود که ما میتونیم بفهمیم تمام کمپلسیتا، یعنی پیچیدگی ریکا، با ارزش هنرمندان بزرگ رو. میدید دلجر بکت یونسکو
پاسترنک، مایاکوفسکی. این کتابا رو به هم میداد که بخونم، کتاب این نویسنده ها، کتابایی که این نویسنده ها نوشته بودن. ایو دیمپروویزو او اینتویتو لستراوردیناریا اونتورا دلارته. و من ایمپروویزو یعنی به طور ناگهانی، ناگهان. او اینتویتو یعنی متوجه شدم، درک کردم، حد زدم. سفر شگفتانگیز استراوردیناریا، هنر رو، ماجرای شگفتانگیز هنر رو. کل ریسکیو توتاله، اون ریسک کامل رو. کل اسفیدا فاشیننته، اون مبارزه شگفتانگیز رو، حیرت آور رو. Non si trattava più di ripetere la solita lezioncina. دیگه مربوط نمیشد به این موضوع تکرار کردن همون درس همیشگی. مدی پنترره این موندی نسکنوشوتی. اما ولی مربوط میشد به ورود کردن، پنترره ورود کردن به دنیاهای سکنوشوتی، یعنی ناشناخته. Come pionieri alla ricerca del loro, مثل پیشتازانی برای جستجوی طلا، مثل پیشتازان یا پیشگامانی برای جستجوی طلا. والتر ماورو era anche un grande esperto di jazz. والتر ماورو همچنین یک اکسپرت یا حرفه‌ای جاز هم بود. ما più che esperto innamorato. ولی بیشتر از اینکه حرفه‌ای باشه، عاشقش بود. E mi consiglio di ascoltare Charlie Parker, Thelonious Monk, John Coltrane. و به هم پیشنهاد کرد، توصیه کرد که گوش بدم این نوازنده ها رو. A Love Supreme Fu una rivelazione. آهنگ لاف سوپریم یک افشاگری بود. ریولاتسیونه. اون جورنو ماورو میدیسته، یه روز ماورو به هم گفت تو سکریوی بینه، تو خوب مینویسی، دوی کنتینواره، باید ادامه بدی. سنونویس اپرتو دوانتی ای میوکی کلا فینسترا زورا forse sarei ancora appoggiato a un muro grigio. اگر باز نمی کرد روبروی چشمای من اون پنجره آبی رو، شاید الان هم تکیه کرده بود به دیوارهای خاکستری. به این عبارت دقت کنید. چوکه دوه و استره، اون چیزی که باید می بود. کلو که دوه و استره، اون چیزی که باید می بود. چوکه همون کلو که هست. پس چرا از چوکه استفاده می کنیم؟ کم در موردش فکر کنید. I pronomi relativi doppi chi e ciò che. با ضمایر ریلاتیوی میخوایم آشنا بشیم که این ضمایر ریلاتیوی به صورت دوپی هستن، دوتایی هن، کی و چو که. میبینید که دوتا هستن. حالا کی هم در مفهومش دوتایه. Chi è un pronome relativo doppio e sostituisce un pronome dimostrativo quello, quella più che. پس کی ترکیب quello یا quella به اضافه che هست. و همچنین کی si usa solo in relazione a esseri animati. فقط برای موجودات زنده استفاده میشه. کی پو من دای فیلی نلسکول پریواته. هر کسی بتونه، اون کسی که بتونه
میفرسته بچه‌هاشو به مدارس خصوصی. معادل کی؟ گفتیم کوئلی که هست. خب کوئلو از تعداد جنسیت فاعلش تبعیت میکنه، یا میشه گفت کلورو، کلورو. کوئلی که پسونو مندنو ای فیلی نلله اسکول پریواته، اونایی که بتونن بچه‌هاشون میفرستن به مدارس خصوصی. میبینین که اینجا کیپو بعدش فعل به صورت مفرد اومد، ولی بعد کلورو یا کوئلی که فعل به صورت جمع اومد، پسونو. همچنین اگر quando non ci si riferisce a esseri animati si usa quello che یا ciò che. اگر موجود زنده مورد نظر ما نباشه و بخوایم به جاش پرونومه یا ضمیر استفاده کنیم، از quello che یا ciò che استفاده میکنیم. questo è quello che ho trovato، این اون چیزی که پیدا کردم، یا questo è ciò che ho trovato، این اون چیزی هستش که پیدا کردم. Quali aggettivi della lista abbineresti ai due protagonisti del testo? این صفت ها رو به کدوم یکی از این دو نفر تخصیص میدین؟ به مارکو یا به والتر؟ اون صفت ها رو میخونیم. انویاتو یعنی خسته. اپاسیوناتو پرشور. اتنتو مراقب. اوتوریتاریو اقتدارگرا. کنفوزو گیج و سردرگم. کوریوزو کنجکاو. دیلیجنته مراقب. دیزینترساتو بیعلاقه. ازیجنته نیازمند. مگرو لاغر. مونوتونو یک نواخت. سمپلیچه ساده. سویرو شدید خشمگین. سپاونتاتو ترسو ترسیده. در ادامه تمرین 4 آخر کتاب رو هم حل کنید. نمره 11 تمپی پاساتی زمانهای گذشته. نلارتیکولو کایلتو توی این مقاله‌ای که با هم دیگه خوندیم compaiono diverse forme di tempi passati all'indicativo. توش زمانهای مختلفی توی حالت passato indicativo هست. imperfetto، passato prossimo، passato remoto، اینا همش فعلایی هستن که توی حالت passato indicativo هستن، زمان گذشتن. sottolinea queste forme nella parte evidenziata. da Mauro era alto alla fine. توی اون قسمتی که میبینید به صورت قرمز رنگ هست، مشخص کن این فعل ها رو که به حالت imperfetto، passato prossimo و passato remoto هستن. usando colori diversi، با استفاده از رنگ های مختلف. e rifletti sul loro uso scrivendo accanto ad ogni funzione il verbo corrispondente come nell'esempio. و اینجا هم ببینید با توجه به هر کاربردی که دارن اون فعل متناظرش رو اینجا بنویسید. مثلا دسکریور اونا پرسونا، برای توصیف کردن یک نفر از چی استفاده کرد؟ ایرا آلتو. ایرا حالت ایمپرفکتو فعل استرس، بلندقد بود. به همین صورت خودتون بخونید و این جدول رو کامل کنید.
Differenza tra passato prossimo, imperfetto e passato remoto. Il passato prossimo e l'imperfetto si usano per parlare del passato. Come dicono che è passato prossimo, ma l'imperfetto برای صحبت کردن در مورد زمان گذشته هستند. hanno una funzione diversa e complementare. ولی خب استفادهاشون متفاوته و مکمل همدیگن. میدونیم که مثلا یه جا passato prossimo مکمل l'imperfetto میشه. Il passato prossimo si usa per raccontare un fatto concluso e non abituale. از passato prossimo اولین کاربردش برای توصیف کردن یه کاریه که در گذشته انجام شده و تموم شده تا الان. و اون کار هم به صورت روتین انجام نشده، به صورت عادت نبوده، یه بار انجام شده تو گذشته تموم شد. از passato prossimo استفاده میکنیم. La mia vita è cambiata. زندگی من عوض شد، تغییر کرد. میبینیم که passato prossimo بدین صورت هم استفاده میشد. از auxiliar avere و essere با توجه به شخص فاعل استفاده میکردیم توی حالت پرزنتشون و بعد هم participio passato رو می آوردیم. اگر auxiliar avere بود participio passato تغییر نمیکرد، اگر essere بود باید participio passato از تعداد و جنسیت فاعل تبعیت میکرد. دومین کاربرد passato prossimo si usa anche per raccontare la conseguenza di un altro evento. برای توصیف کردن ادامه یک کار دیگه. گفته بودیم قبلتر که اگر بخوایم دو تا کار رو پشت سر هم بگیم توی زمان گذشته که تموم شده، کار اولیه رو به صورت لیمپرفتو میاریم، کار دومیه رو به صورت passato prossimo. یا میشد کار اولیه رو به صورت passato remoto بیاریم و کار بعدی از نظر زمانی رو با passato prossimo. studiare non mi piaceva، درس خوندن رو دوست نداشتم، بعدش چیکار کردم؟ e così ho deciso di lavorare، و اینجوری تصمیم گرفتم که کار کنم. بعد از اینکه من درس خوندن رو دوست نداشتم تصمیم گرفتم کار کنم. کاربرد دومش بود. از l'imperfetto چه زمانی استفاده می‌کردیم؟ l'imperfetto si usa per descrivere una situazione, una persona o per parlare di un'abitudine del passato. از l'imperfetto اول برای توصیف کردن موقعیت، دوم توصیف کردن یک آدم و سوم برای بیان کارهایی که توی گذشته به صورت عادت و روتین انجام می شدن استفاده می کردیم. مثلا مورو ارالتو. خب اینجا می خواهیم مورو توصیف کنیم. توصیف کردن یک آدم توی زمان گذشته لیمپرفتو. ارا برای فعل اسره هست. مورو بلندقد بود. ارا الگانته. aveva una Porsche verde، یه دونه پورش سبز داشت. aveva دوباره میبینیم که حالت imperfetto فعل avere هست. حالا passato remoto چیه کار بردهش؟ il passato remoto si usa per parlare di un fatto accaduto nel passato e concluso che non ha nessun legame con il presente. برای بیان اتفاقهایی استفاده میشه که توی گذشته انجام شدن، تموم شدن، به پایان رسیدن و هیچ ارتباطی هم با الان دیگه ندارن. مثلا اون جورنو پوی اریوو این کلاس مورو. یک روز سپس اومد به کلاس مورو. اومدنش توی کلاس دیگه تموم شد و الان دیگه هیچ ارتباطی با الان نداره این داستان. میدونستیم توی کتاب نو اسپرسو 3 که passato remoto بیشتر برای متنای ادبی استفاده میشه، بیشتر نوشتاری هست حتی. ولی خب یه سری استانهای ایتالیا ازش به عنوان گفتار استفاده میکنن.
خیلی کم پیش میاد که توی زبان محاوره شما بشنوین که یک نفر از پسات و ریموتو استفاده کنه. همچنین ریسپتو ال پساتو پروسیمو، ایل پساتو ریموتو ایندیکا اون ماجور دیستانزا سیکولوژیا. منظور اینه که در مقایسه با پساتو پروسیمو، پساتو ریموتو بیشتر جنبه ادبی و روانشناختی داره. توی متون ادبی از پساتو ریموتو استفاده میکنن تا پساتو پروسیمو. مثال دیگهش میون لیده دیسکریبره، اومد ایده نوشتن، یعنی ایده نوشتن به سرم زد. فوکوزی که دیونی جورنالیستا، اینجوری بود که تبدیل شدم به یک روزنامه نگار. فوکوزی، فو برای فعل فره هست، دیونی هم برای فعل دیونتره تبدیل شدن. خب پس به طور کلی الان یه مروری کردیم توی فعل‌ها توی زمان گذشته از چه زمانهایی به حالت پساتو پروسیمو، ایمپرفتو و پساتو ریموتو استفاده میکنیم. همونطور که خودتون دیدین برای دسکریور اون سیتواسیونه، توصیف کردن یک واقعیت، یک موقعیت، فعل اویوا مثلا اویوا اون پورش، داشت یک پورش، اویوا حالت ایمپرفکتو فعل اویره هست، ارا کنوینتو راضی شده بود، ایرا حالت ایمپرفتو فعل استره، سیتراتا و پیو برخورد میکرد، رفتار میکرد بیشتر، حالت ایمپرفتو فعل ریفلسیبو تراترسی برخورد کردن، رفتار کردن، و ایرا انکه بود همچنین دوباره ایرا حالت ایمپرفتو فعل استره. پس برای توصیف کردن یک موقعیت از فعل ایمپرفتو استفاده میکنیم. پر دسکریور اونا پرسونا، توصیف کردن یک آدم، یک نفر. ایرا آلتو بلندقد بود، حالت ایمپرفتو فعل استره. ایرا اون اسپرتو یک اکسپرت بود، یک فرد ماهر بود، دوباره حالت ایمپرفتو فعل استره. پس برای توصیف کردن یک نفر هم از حالت ایمپرفتو استفاده میکنیم. برای پرلر دون اونتو پسیکولوژیکامنت لونتانو، برای توصیف کردن یک کاری که به طور روانشناختی خیلی گذشته انجام شده، یعنی هم متن ادبی باشه و هم انجام شده باشه توی زمان خیلی گذشته خیلی دور. دیده یعنی داد، حالت پساتو ریموتو فعل در دادن. کنسیلیو توصیه کرد، حالت پساتو ریموتو فعل کنسیلیاره. فو انجام داد، کرد، حالت پساتو ریموتو فعل فره. و دیسه پساتو ریموتو فعل دیره، گفت. برای توصیف کردن ادبی یک موضوع توی زمان گذشته که تا الان تموم شده و هیچ ربطی نداره از پساتو ریموتو استفاده میکنیم. اصلا خود کلمه ریموتو یعنی دور، گذشته دور. ایندیکار اونابیتودینه، برای توصیف کردن یک عادت. ولاوا پرواز میکرد، ایمپرفتو فعل ولاره. بلند و التو بلند پروازی میکرد. پنسا و پرنینته اصلا فکر نمیکرد، حالت ایمپرفتو فعل پنساره. پرتنده و که، پرتنده و یعنی تصور میکرد که
در نظر می گرفت که فعل پرتندره تو حالت ایمپرفتو تراتاوا دا ادولتی با همون یه جور رفتار میکرد انگار بزرگ هستیم، ایمپرفتو فعل تراتاره، و ارا کنوینتو راضی شده بود حالت ایمپرفتو فعل استره. پس برای توصیف کردن یک عادت توی زمان گذشته، یه چیزی که روتین بوده، یه چیزی که پشت سر هم انجام می شده یا یک بازه‌ای داشته که توی اون بازه انجام می شده، از ایمپرفتو استفاده می کنیم. و در نهایت هم پر اسپریمره لا کنسکوئنزا دی اون اونیمنتو برای توصیف کردن ادامه یک رویداد، از پسادو پروسیمو استفاده میکنیم. او اینتویتو یعنی حدس زدم. نومرو دودیچی اینترویستا مصاحبه کن. فرمولا دل دومنده اینترویستا ایل تو کمپانیو کومن الازمپیو. باید یه سری سوال تعریف کنید و همکلاسیتون رو باهاش مصاحبه کنید. مثلا تو ا لاسکولا، تو و مدرسه. سوال هایی که در این مورد میشه مثلا مطرح کرد: تی پیاچه و اندر اسکولا، دوست داشتی بری مدرسه؟ به همین صورت واسه کاتگوری های پایین میتونید مصاحبه درست کنید، سوال درست کنید. تو ال ماتریه، تو و درس ها. اون کمپانیو دی کوی تی ریکوردی، یکی از همکلاسی هایی که یادت میاد به خاطر داریش. اون اپیزودیو پیاچه وله، یک داستان خوشایند. سپیاچه وله ناخوشایند. دیورتنته با منزه. دل تو از کولا تی پیاچه و چیزایی که از مدرسه دوست داشتی یا نون تی پیاچه و دوست نداشتی. لرگولا که نون سپورتاوی، قانونی که نمیتونستی تحملش کنی. سپورتر یعنی تحمل کردن، چیزی که علاقه نداشتی، دوست نداشتی توی دوران تحصیلت. برای تمرین بیشتر تمرین 5 و 6 آخر کتاب رو هم حل کنید. نمره 13 اون بون اینسنینت، یک معلم خوب. کیه پرته اون بون اینسنینت؟ برای تو چه کسی معلم خوب هست؟ متی le seguenti qualità in ordine di importanza. باید این ویژگی های معلم ها رو بخونید، ترجمه کنید و با توجه به نظر خودتون بهشون درجه اهمیت بدین. uno molto importante، یک درجه اهمیت بالا، و cinque poco importante، درجه اهمیت پایین. e confrontati poi con un compagno، و بعدم اگر توی کلاس هستید با همکلاسیاتون مقایسه کنید. اون بون اینسنینته یه معلم خوب. این ویژگی‌ها رو بخونید و بهشون نمره بدین از 1 تا 5. È in grado di mantenere l'ordine e la disciplina in classe. È in grado یعنی میتونه، توانایش رو داره که mantenere حفظ کنه l'ordine نظم e la disciplina و انضباط رو توی کلاس. به این ویژگی که بتونه نظم و انضباط رو توی کلاس حفظ کنه یک معلم، شما چه نمره میدین بین 1 تا 5؟ ایمپارسیاله یعنی اینکه عادل باشه، بیطرف باشه. اسمپره اجورناتو، همیشه به روز باشه.
ammette eventuali errori e proprie lacune. Ammette یعنی این که اذعان میکنه، قبول میکنه. اشتباهات، اروری و لکونه یعنی شکاف ها، یعنی کاستی ها. کاستی ها و اشتباهات خودش رو قبول میکنه. سا ترازمتره لسوا پسپسیونه ال... sa trasmettere la sua passione agli studenti. میتونه انتقال بده la sua passione یعنی اشتیاقش رو. passione یعنی اشتیاق. اشتیاقش رو به دانش آموزاش. sua برمیگرده به passione، برای همین مؤنث شده. la passione. Aiuta gli studenti a diventare indipendenti nel loro studio. کمک میکنه به دانش آموزها که تبدیل بشن به مستقل، استقلال پیدا کنن توی درس هاشون. Indipendenti یعنی مستقل. È un po' come una mamma. یکم شبیه مادر باشه. مثل مامان باشه. اکراتیوو یعنی خلاق باشه، خلاق هست. ازیجنت، ازیجنت یعنی مطالبه گر، مطالبه گر هست، خواهان هست. اوبیتیوو هدفمند هست. اوبیتیوو هدف میشه. اوبیتیوو یعنی هدفمند کار میکنه. و ا امپاتیکو، امپاتیکو یعنی همدل هست، همراه هست. و در نهایت هم دیسکوتت این پلنوم ای وستری ریزولتاتی، به صورت گروهی جوابهایی که دارید با هم بررسی کنید. در نهایت هم تمرین 7 و 8 آخر کتاب رو حل کنید. Numero 14. Assurdo, guarda. Assurdo یعنی چرنده، حرف پوچه، حرف بیمعنیه. Leggi i seguenti titoli di giornale e poi ascolta il dialogo. ابتدا این متن‌های روزنامه رو بخونید، این عنوان‌های روزنامه رو بخونید و بعد هم دیالوگ رو گوش بدید. A quale titolo fa riferimento il tema della conversazione tra le due donne? به نظر شما اون مکالمه که میشنوید مربوط به کدوم یکی از این موضوعا میشه؟ Segna con una X il titolo di giornale. اون عنوان روزنامه رو یه علامت ضرب در بزنید. خودتون بخونید اول این عنوان ها رو ترجمه کنید. بعد با هم دیگه فایل صوتی رو گوش میدیم. Senti Carla, hai presente la bellona che stava con noi al liceo? Chi? Barbie? No, l'amica. Come si chiamava? Veronica Ansuini, alias Jessica Rabbit, la più bella e la più scema della scuola. Cattiva. Diciamo che non era una cima. Comunque stamattina l'ho incontrata. Stava accompagnando la figlia a scuola. Una scuola per sole bambine. Eh? Una scuola per sole bambine? Non ci posso credere. Esistono ancora scuole divise per sesso? A quanto pare sì. Anzi, sembra che stiano tornando di moda. A sentir lei ci sono studi scientifici che dimostrano che bambine e bambini apprendono in modo diverso. Ma sì, questo sarà pure vero, però perché separarli? Ma sembra che la separazione potenzierebbe le differenti qualità. Che ne so, per esempio, la capacità di concentrazione, che nelle bambine è maggiore, è rallentata dalla presenza dei bambini, che invece hanno bisogno di più pause. Ma che stupidaggini! Guarda, per me i genitori oggi sono fuori di testa. Sembra quasi che il successo scolastico dei figli sia diventato fondamentale. Hai perfettamente ragione.
Chi può permetterselo manda i figli nelle scuole private o in quelle internazionali. C'è addirittura chi gli fa fare lezioni a casa. Assurdo, guarda, io ci rimanderei i genitori a scuola. اولین عنوان گفته که اماما پر مایسترا، یک مامان برای معلم بودن. I genitori sono sempre più coinvolti nella vita scolastica dei figli. پدر و مادرها، والدین، جنیتوری همیشه خیلی درگیر هستند، coinvolti یعنی درگیر گرفتار. درگیر هستند توی زندگی سکولاستیکا، آموزشی فرزندهاشون. Ma secondo molti pedagogisti, i ragazzi vanno lasciati liberi di sbagliare per affrontare le difficoltà. اما به نظر، میدونستیم که secondo مثلا secondo me یعنی به نظر من، secondo معنی دومین هم میده ولی secondo یعنی به نظر اینجا، خیلی از آموزگاران پدگونیستی بچه ها و نلشتی لیبری یعنی آزاد گذاشته میشن که اشتباه کنن، زبلیاره اشتباه کردن، برای افرونتر یعنی مقابله کردن، مبارزه کردن، روبرو شدن، لدیفیکولتا سختی ها، برای اینکه با سختی ها روبرو بشن معلم ها میگن که بچه ها رو باید بذارین که حتی اشتباه هم بکنن. Montessori, Steineriane, libertarie il boom delle scuole alternative. Montessori, Steineriane, آزادی و انفجار مدارس جایگزین. Le scuole alternative. یه سری مدارس هستن توی ایتالیا که دارن جایگزین مدارس تردیسیونال یا سنتی میشن که بچه ها توشون آزادن، حتی لازم نیست کیف ببرن، همه چی توی کلاس هست و هر کار که بخوان توش انجام میدن، گاهی اشتباه میکنن، گاهی کار درست انجام میدن. خانم مونتسوری هم که میدونیم یکی از روانشناس های برجسته ایتالیاست توی زمینه آموزش کودکان. اون دیورسو اپروچو الا دیداتیکا، یک روش یا یک روی کرده متفاوت نسبت به آموزش. این ایتالیا جا 50.000 بامبینی لفرکوینتانو دوپو لفوگا دلا تردیسیونالی. توی ایتالیا تقریبا 50,000 بچه دارن اونو پاس میکنن، یعنی دارن میرن مدارس سکول الترناتیوه بعد از اینکه فرار کردن. دوپو لفوگا، فوگا یعنی فرار، بعد از اینکه فرار کردن از مدارس سنتی، تردیسیونالی، سنتی. بست کمپیتی اکازا. بست یعنی بست، کافیه. کمپیتی اکازا یعنی تکلیف خونه. تکلیف خونه دیگه کافیه. بوم دی ادزیونی الا پتیزیون آنلاین لانچاتا دا اون پرزیده. بوم یعنی افزایش، انفجار، یه چیزی که خیلی سر و صدا کنه. ادزیونی یعنی الحاقات، چسبیدگی. به پتیزیون آنلاین، درخواستای آنلاین، درخواستای آنلاین که لانچاتا استارت شده، شروع شده توسط یک مدیر. افزایش الحاقات به درخواستای آنلاین که توسط یک مدیر شروع شده. سونو اینوتیلی، به درد نخور هستند. پروکورانو دیزاجی علی استودنتی این دیفیکولتا. پروکورانو یعنی آماده میکنن، ایجاد میکنن، تهیه میکنن، فعل پروکوراره. دیزاجی یعنی نارضایتی ها، ناتوانی ها، ناراحتی ها برای student in difficulty، دانش آموزه که توی شرایط سختی هستند. لیدونو il diritto al riposo،
لدره یعنی صدمه زدن، لدونو یعنی صدمه میزنن، آسیب میزنن. ب دیریتو حق استراحت ریپوزو e costringono le famiglie a sostituirsi ai ragazzi. و مجبور میکنن، costringere یعنی مجبور کردن، خانواده ها رو که جایگزین بشن برای به جای بچه ها. سوستیتوره یعنی جایگزین کردن. در کل میگه تکلیف خونه به درد نخوره، یه کار بیهوده است، فقط باعث میشه که ناراحتی ایجاد کنه برای بچه ها و حق استراحتشون رو از بین ببره و خانواده ها مجبورن که جای بچه ها رو پر کنند، یعنی تکالیفشون رو به جایی که بچه ها انجام بدن خانواده ها انجام بدن. و چهارمی هم سکول سپراته، مدارس جدا. ایل دیبتیتو اپرتو. دیبتیتو یعنی مناظره، بحث. مناظره آزاده، مناظره بازه. نی پایزی انگلوساسونی سونو سینونیمو دی اچلنسا. توی کشورهای انگلوساکسون این عبارت هم معنی اچلنس یعنی عالی بودنه، اینکه مدارس جدا باشن، جنسیتی پسر و جدا، دختر و جدا. این ایتالیا این بچه، در عوض توی ایتالیا لکلاسی اوموجنه سونو اون تابو. کلاس های هوموجن، کلاس های همگن، کلاس هایی که فقط یک جنسیت توش هست، خیلی تابو هستن، خیلی زشت هستن. مجدد دوباره حالا فایل صوتی رو گوش میدیم و دوباره ببینید که آیا جوابی که قبلا دادید درست هست یا نیست. Senti Carla, hai presente la bellona che stava con noi al liceo? Chi? Barbie? No, l'amica. Come si chiamava? Veronica Ansuini, alias Jessica Rabbit, la più bella e la più scema della scuola. Cattiva. Diciamo che non era una cima. Comunque stamattina l'ho incontrata. Stava accompagnando la figlia a scuola. Una scuola per sole bambine. Eh? Una scuola per sole bambine? Non ci posso credere. Esistono ancora scuole divise per sesso? A quanto pare sì. Anzi, sembra che stiano tornando di moda. A sentir lei ci sono studi scientifici che dimostrano che bambine e bambini apprendono in modo diverso. Ma sì, questo sarà pure vero, però perché separarli? Ma sembra che la separazione potenzierebbe le differenti qualità. Che ne so, per esempio, la capacità di concentrazione, che nelle bambine è maggiore, è rallentata dalla presenza dei bambini, che invece hanno bisogno di più pause. Ma che stupidaggini! Guarda, per me i genitori oggi sono fuori di testa. Sembra quasi che il successo scolastico dei figli sia diventato fondamentale. Hai perfettamente ragione. Chi può permetterselo manda i figli nelle scuole private o in quelle internazionali. C'è addirittura chi gli fa fare lezioni a casa. Assurdo, guarda, io ci rimanderei i genitori a scuola. Senti Carla, hai presente la bellona che stava con noi al liceo? گوش کن کارلا، هی پرزنت یعنی بیاد داری؟ بیاد داری اون دختر خوشگلی که با ما توی دبیرستان بود؟ کی؟ باربی؟ چه کسی باربی؟ نو، لامیکا، کمی سی کیاماوا؟ نه، دوستش، اسمش چی بود؟ ورونیکا انسوینی، آلیاس جسیکا رابیت، لا پیو بله لا پیو شما دلا سکولا. ورونیکا انسولینی، آلیاس جسیکا رابیت، خوشگلترین و احمقترین توی مدرسه. کتیبا، دیچامو که نون ارا اونا چیما. بد جنس. میتونیم بگیم که خیلی فوقلاده نبود. Comunque stamattina l'ho incontrata. Stava accompagnando la figlia a scuola. Una scuola per sole bambine. در هر صورت امروز صبح ملاقاتش کردم. دیدمش. داشت همراهی میکرد دخترشو به یک مدرسه. یک مدرسه فقط برای بچه های دختر، بمبینه. هه؟ Una scuola per sole bambine. Non ci posso credere. Esistono ancora scuole divise per sesso. چی؟ یه مدرسه فقط برای دخترها؟ با
باور نمی کنم. هنوز هم مدارسی وجود دارن که از لحاظ جنسیت جدا شده هستن؟ A quanto pare sì. Anzi, sembra che stiano tornando di moda. A sentir lei ci sono studi scientifici che dimostrano che bambine e bambini apprendono in modo diverso. A quanto pare, یعنی به نظر میرسه که. به نظر میرسه که آره. حتی به نظر میرسه که دارن دوباره برمیگردن به مد. دوباره دارن مد میشن. اگر حرفای اونو بشنوی، منظور اون خانومه است. اگر حرفای اونو بشنوی، حتی مطالعات علمی هم نشون میدن که بچه های دختر و بچه های پسر به مدل های مختلفی، به روش های مختلفی یاد میگیرن. Apprendono, یاد میگیرن. Ma sì, questo sarà pure vero, però perché separarli? آره، این شاید هم درست باشه، ولی چرا جداشون کنیم؟ Ma sembra che la separazione potenzierebbe le differenti qualità. به نظر میرسه که جدایی ویژگی‌های مختلفشون رو رشد میده. سپراتیون جدایی پتانسیلربه یعنی رشد میده، پتانسیلش رو زیاد میکنه. Che ne so, per esempio, la capacità di concentrazione, che nelle bambine è maggiore, è rallentata dalla presenza dei bambini che invece hanno bisogno di più pause. Che ne so یعنی چه میدونم. یه اصطلاح برای اینکه بگیم قاطعیت ندارم روی موضوع. برای مثال کپاسیتا دی کنسنتراسیونه یعنی توانایی تمرکز که بین بچه‌های دختر بیشتر هست ارالنتاتا یعنی کاهش پیدا می‌کنه در حضور بچه‌های پسر که در عوض نیاز دارند به مکس بیشتر. بچه‌های پسر مکس بیشتری نیاز دارند برای تمرکز کردن، ولی خب بچه‌های دختر راحت‌تر می‌تونن تمرکز کنن. Ma che stupidaggini. Guarda, per me i genitori oggi sono fuori di testa. Sembra quasi che il successo scolastico dei figli sia diventato fondamentale. چه چرندیاتی. ببین برای من والدین امروزه عقلشون رو از دست دادن. به نظر میرسه که تقریبا موفقیت تحصیلی بچه‌ها به یک چیز بنیادی تبدیل شده. Hai perfettamente ragione. دقیقاً حق با توئه. Chi può permetterselo manda i figli nelle scuole private o in quelle internazionali. C'è addirittura chi gli fa fare lezioni a casa. Assurdo, guarda, io ci rimanderei i genitori a scuola. هر کس بتونه بفرسته بچه‌هاش رو به مدارس خصوصی یا بین‌المللی. حتی کسایی هستن که میذارن اونا درسشون رو توی خونه بخونن. بی خوده. ببین من والدینشون رو میفرستم مدرسه. Numero 15. Come si dice? چطور گفته میشه؟ مفهومش چیه؟ به چه معنی هست؟ معادلش چیه؟ Abbina le espressioni evidenziate del dialogo alle funzioni della lista. باید این کلمات و عبارتهایی که توی متن بولد شده هستند، پررنگ نوشته شده هستند رو توی این جای خالی بنویسید با توجه به کاربردشون. مثلا مستره اینکردولیتا یا ستوپوره، نشون دادن عدم باور کردن، باورناپذیری یا تعجب، حیرت. از چه اصطلاح استفاده می کردیم؟ خودتون چهار مورد رو کامل کنید. خب برای بیان حیرت از این اصطلاح استفاده شد. Non ci posso credere. Credere یعنی باور کردن. Non ci posso credere یعنی نمیتونم باور کنم. باورم نمیشه. دومی ammettere qualcosa. یه چیز رو اذعان کردن، یه چیز رو قبول کردن. Sarà pure vero. Sarà یعنی باشه. Pure vero یعنی حقیقت. اگرم درست باشه، با فرض اینکه درست باشه. سومی اسپریمره ایل پرره دی کالکون آلترو. اسپریمره یعنی بیان کردن، ایل پرره یعنی نظر یک نفر دیگه. برای اینکه بخوایم نظر یک نفر دیگه رو بگیم، اکوانتو پره
اکوانتو پاره یعنی ظاهرن، اونجور که به نظر میرسه. اکوانتو پاره یعنی اونجور که به نظر میرسه، نظر من نیستا، ولی خب این من قطعیت روش ندارم، دارم فقط نقل بیان میکنم، نقل قول میکنم. یا مثلا از سنتیر لی، اونجور که من از اون شنیدم، یا اگه حرف اونو بشنوی، اگه تو جای من بودی حرف اونو میشنیدی. اینا اصطلاح، بعد اصطلاحاتو به خاطر بسپارید. و چهارمی هم کریتیکر اون اپینیون اون افرمازیونه، انتقاد کردن در مورد یک نظریه یا یک تاییدیه، یک اطلاع. مکس تو بیدعجینی، این حرفای چرن چیه؟ این حرفای پوچ چیه؟ استوپیدجینی یعنی حرفای بیخود، یعنی حرفای بیخودی که میزنی چیه؟ مکه استوپیدجینی. یا سونوفوری دی تستا، یعنی که چون داره به اونها میگه، به اون خانواده میگه دیگه، فوری دی تستا یعنی دیوونن، یعنی دیگه عقلشون از دست دادن. اصطلاح فوری دی تستا، تستا یعنی سر، فوری هم یعنی خارج، ولی خب اصطلاح فوری دی تستا یعنی دیوونه، نادان. تمرین 9 آخر کتاب رو هم حل کنید. توی دیالوگ با این اصطلاح آشنا شدیم. نونه رونه چیمه، چیمه یعنی قله، ولی خب این اصطلاح نونه رونه چیمه یعنی نونه را مولتو اینتلیجنته، خیلی باهوش نبود. این اصطلاح یعنی این که خیلی باهوش نبود. نومرو سیدی چی؟ کی؟ چه کسی؟ Sottolinea nel dialogo il pronome chi. توی دیالوگی که دیدیم، توی متنش، زیر اونجاهایی که ضمیر کی اومده رو خط بکشید. Poi confrontati con un compagno. بعدش با یکی از همکلاسیاتون مقایسه کنید یا به صورت تکی. In quali casi è usato per fare una domanda su una persona. توی کدوم یکی از موارد کی رو استفاده کردیم برای سوال کردن در مورد یک نفر، یعنی چه کسی؟ این کوالی کازی اوزاتو ال پوستو دی لپرسونه که کوالکونو که، تو کدوم یکی از مواردم استفاده شده برای بیان آدمهایی که، شخصی که. پس تو حالت اول میخوایم ببینیم که آیا پرونوم اینتروگاتیو هست، یک ضمیر سوالی هست. توی حالت دوم به صورت پرونوم رلاتیو دوپیو، گفتیم کی رو میتونیم حتی استفاده کنیم به عنوان پرونوم رلاتیو دوپیو. خب اولین مورد اینجا گفته کی، باربی، چه کسی، باربی. میبینیم که به صورت اونه دومنده، یه سواله، پس به صورت سوالی اینجا مطرح شده چه کسی. دومی گفته که کی پو پرمتر سلو، یعنی هر کس از عهدش بر بیاد. پرمتر یعنی اجازه دادن، این اصطلاح یعنی هر کس از عهدش بر بیاد. میبینیم کی جایگزین لپرسون که، پو پرمتر سلو، یا مثلا کوالکونو که، آدمهایی که، یا هر کسی که. پس به صورت پرونوم دوپیو اومده اینجا، پرونوم رلاتیو دوپیو. پایین تر هم اینجا گفته چه ادیریتورا کی لیففر لیزیون اکازا، حتی کی اینجا میبینیم که باز کسایی هستن، افرادی هستن که میذارن حتی توی خونه درس بخونن. پس جایگزین لپرسون که یا کوالکونو که شده پرونوم رلاتیو دوپیو دوباره اینجا. به طور کلی اگر معنی
کسانی که افرادی که شخصی که بده به صورت پرونوم رلاتیو دوپیو و اگر به صورت سوالی هم استفاده شه به صورت پرونوم اینتروگاتیو و به صورت ضمیر سوالی هست. توی درس‌های قبلی با وربی پرونومینالی آشنا شده بودیم. می‌دونستیم این فعل‌ها از ترکیب قسمت اصلی فعل و یک پرونومی ضمیر ساخته میشن، به طوری که این فعل‌ها کاملاً مفهوم معنیشون با اون فعل اصلی متفاوت میشه. توی این قسمت، توی این درس با دو تا از این فعل‌ها آشنا شدیم. کورسلا یعنی موفق شدن، انترارچی یعنی ربط داشتن. همچنین با ضمایر نسبی دوگانه پرونومی رلاتیوی دوپی کی و چوکه آشنا شدیم. دیدیم هر دوشون به معنی کوئلو یا کوئلا که هست، مربوط میشن به یک شی یا یک شخص. کی برمیگرده به یک شخص، به یه عبارت، و چوکه برمیگرده به شی یا جسم. برای استفاده از زمان گذشته هم دیدیم که پسادو پروسیمو برای بیان کاریه که توی گذشته تموم شده و به صورت عادتوار نبوده. همچنین برای بیان تأخر توی جملات ثانویه‌ای که جمله اصلیشون یا فراز پرینسیپالشون ایمپرفتو یا پساتو رموتو هست، یعنی ایمپرفتو یا پساتو رموتو گذشته تر هست نسبت به پساتو پروسیمو. ایمپرفتو رو زمانی استفاده میکنیم که بخوایم بگیم یک کاری رو تو گذشته به صورت عادتگونه انجام میدادیم، بخوایم یک شخصی رو توصیف کنیم توی زمان گذشته، یک شی رو توصیف کنیم یا یک موقعیت رو توصیف کنیم. از پساتو رموتو هم توی متن‌های ادبی و تاریخی استفاده میکنیم. در ادامه هم مروری میکنیم به نکات گرامری که توی این درس یاد گرفتیم.